با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، 29 از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در روزهای دوشنبه در خدمت شما وطنان بزرگوار هستم و در باب مغالطات صحبت میکنیم. امروز هم در باب تشیع صحبت میکنیم که از کجا برخواسته است و موضوع چه بوده است و علاوه مطالب دیگر. اجازه بفرمایید که این حافظ رو باز کنیم ببینیم حافظ چه فرمود. دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. 40 رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 بود. اون نافع مراد که میخواستم ز بخت در چین زلف اون بت مشکین کلاله بود. از دست برده بود خمار غمم سحر، دولت مساعد آمد و می در پیاله بود. بر آستان میکده خون میخورم مدام، روزی ما ز خوان قدر این نواله بود. هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح، اوندم که کار مرغ سحر آه و ناله بود. دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به از 100 رساله بود. اون شاه تند حمله که خورشید شیرگیر، پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. عرض میکنم که این مدحی که حافظ میکند در پایان غزل در واقع مدح ضمنی است. نام این خانواده مظفری از قلم حافظ شرف یافته و در تاریخ جاودان شده است. بله، خب اجازه بدید که در باب مغالطات که صحبت کردیم، انواع و اقسام، یکی دو مغالطه رو، البته اینها تکرار مغالطات هست و علت تکرار اون هم این هست که بسیاری از هموطنان در اون روزگاری که ما این مباحث رو میکردیم تماشا این کنیم برنامه نبودن در واقع و تازگی ما ملحق شدن. یک مغلطه‌ای هست عرض شود که به نام هولیست فالسی، هولیستیک هم میتونیم بگوییم، یعنی مغلطه جامعیت. این مغلطه جامعیت یعنی این که یک مطلبی رو ما مدعی بشویم که جمیع عرض کنم جهات یک مطلبی است، که البته بعض فیلسوفان بودند درست کنم نظیر هگل و اینها که گفتند که ما برای دانستن یک مطلب کوچک باید کل قضایا را بدانیم، که خب این مغالطه است و راسل برای ایراد گرفته است که هر شبت که این آقای هگل به گمراهی رفته و مغلطه کرده است. اگه قرار می بود که ما برای دانستن چیزی در این یونیورس، در این تشکیلات همه چیز را بدانیم، از اصلا دانش آغاز نمی شد، چیزی به وجود نمی آمد. مغلطه جامعیت، فلان کس میگن جامعه معقول و منقول بود. خب اینم مغالطه است، نمیشه بعد جامعه معقول و منقول بود. یا اینکه مدعی بشویم که یک کتاب تاریخ نوشته ایم که جمیع جهات تاریخ درش هست، یا جمع اتفاقات و حوادث و هر چه بوده است و نبوده است در این کتاب هست. این مغلطه است، امکان چنین چیزی میسر نیست. مورخ در بهترین وضع میتواند چیزی راجع به چیزها کشف کند، میسر نیست که همه قضایا رو در یک جایی جمع‌آوری کرد، چنین چیزی ابدا میسر نیست. و عرض کنم که شنیده اید حتما که عرض شود که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی جمیع علوم جهان و دانستنی ها در این کتاب مبین هست. خب به هر صورت یک مشینا اعراب بی سواد بودند و اینها و میشدی همچین ادعایی کرد.
ولی میدانیم که علمی نیست در قرآن شریف، علمی واقعا وجود نداره، یک علم هم نیست، نیم علم هم نیست، چیزی نیست، یک مش قواعد و دستور و احکام و قصص و اینهاست. چنین ادعای خیلی خیلی واقعا ادعای بزرگ بیهوده است، لاف و گزاف هست در واقع، و همین کار رو میکنن با بچه های بیچاره مسلمان. یا برن در این مدارس پاکستان و عربستان و اینها، این بچه های زبان بسته نمیدونم 7-8-10 ساله، یکی از این کلاها به سرشان میگذارن، لباس عربی رو میگوین که جز این کتاب هیچی نخوانید، چون تمام علوم گیتی جهان در این کتاب هست. حالا یکی بیاد به این آقا بگه آقا نمیدونم در باب نمیدونم 2300,000 نوع حیوان و در این گیتی اینها چه چیزیش در این کتاب هست، اینها باری این مغلطه جامعیت. حالا تا اونجایی که به قرآن شریف مربوط هست مشمول سه مغلطه است ادعاهایی که در باب شده. حالا به لحاظ محتوا ممکن است صدها مغلطه داشته باشد، اما در باب ادعاهایی که میکنن سه مغلطه بزرگ عرض کنم که این مشمول آنهاست. یکی مغلطه ملا نصرالدین هست، burden of proof، یعنی وظیفه و مسئولیت اثبات قضیه رو به عهده دیگری گذاشتن. مغلطه ملا نصرالدین بدین جهت که میخش رو کوبید به زمین، گفت وسط زمین همینجا، اونا از کجا بدین؟ گفت تو برو اندازه کن، این کتاب معجزه الهی است، میگویید نه بروید یکی مثلش بیاورید. و این دنبال میشود با یک مغلطه دیگری به نام مغلطه نگتیف پروف، یعنی دلیل منفی، استدلال منفی. یعنی که فرض کنید بنده برم به ایران، عرض کنم که آخوند در خیابان نبینم، بگرم میگم آقا در ایران آخوند نبود، میگن آخوند ها حکومت میکنه، ما که آخوند نیدیم، و چون ما آخوند نیدیم بنابراین در مملکت ایران آخوندی وجود ندارد و آخوند حکومت نمیکنه، میگن نگتیو پروف. و این هم باز مشمول میشود به اون مغلطه‌ای که عرض کردم در باب عرض کنم که کتاب مسلمین، که ما که رفتیم گشتیم مثلش نیامده بود، پس حتما این معجزه الهی است. از کجا بفهمیم معجزه الهی است؟ به خاطری که در کتاب آمده. از کجا بفهمیم کتاب درست است؟ به خاطری که الله گفته. این باز مغلطه چهارم است که مشمول است این در اینجا عرض کنم به کار میرود. مغلطه مدور، مغلطه مدور سیرکولار پروف، یعنی دایره که به هم میرسه، هیچ دایره قطع نمیشه، این مغلطه بزرگی است. مصادره به مطلوب هم هست، یعنی چیزی رو که شما بایستی در نتیجه به اثبات برسانید در مقدمه مدعی میشوید. مثل که بنده بشینم بگم که آقا من که بزرگترین وطن پرستان هستم یا وطن دوستان هستم، و آقا جناب علی باید ابتدا ثابت بکنی که اصلا وطن میشناسی، بعد ادعا بکنی اینها. بنابراین چندین مغلطه است که در این قضیه وارد می شود. و یک مغلطه دیگری به نام furtive question، یعنی اینکه ما معتقد بشویم به یک چیزی در ورای اون چه عینی است، و معتقد بشویم که کارها به دست اون چیز رمزآلود و رمزآساست، که حالا این فرتیب در زبان ما شده است مغلطه دایجان ناپلئون. فکر میکنم بهترینش همین دایجان ناپلئون باشد، که میگوین که آقا این اوباما عرض کنم که رئیس جمهور نخواهد شد. به چه دلیل؟ به دلیل که اونا نمیذارن. اونا چه کسانی هستن من نمیدونم، ولی ما میدونیم اونا نمیذارن، این دنیا رو اونا میچرخونن. ملاحظه فرمودید که البته در اینا همه بیشترش عرض کنم اینجور طرز تفکر که به صورت یک اپیدمی خطرناک هم در آمده، اینها حاصل عرض شود که سیستم های استبدادی است. گرچه در سیستم های دموکراتیک هم هستند کسانی که چنین میاندیشند، یعنی همواره کاسه زیر نیم کاسه میدانند. این داستانه نمیدونم 11 سپتامبر رو خودشون کردند، بله، اما دلیل کافی که چه عرض کنم اساسا دلیلی برای سخن خود ندارند. این عرض کنم که یک درد بیماری تاریخی است، یعنی ورای قضایای ملموس و عینی چیزهایی هست که ما نمیدانیم، و این اونهاست که کار جهان رو انجام میدهند. میگم فرتیو. و مغلطه توضیح مرموز، توضیح مرموز، بله، یعنی شخص نتواند
هر شود که برای ادعایی که میکند دلائل درست عرض بکند، متوسل میشود به توضیحات و عرض میکنند که به هر شود که به متافیزیک و اینها توضیحات مرموز میدهد، اینها به در، اینها همش مغالط است. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که ما بایستی مرزبندی بین اون چه دانش هست و اون چه دانش نیست معلوم کنیم، به گمراهی نمیفتیم. عذر میخوام که چه چیزی دانش هست و چه چیزی دانش نیست. و امروز میخوام خدمت شما عرض کنم که دانش اون چیزی است که در حیطه تجارب ممکن الحصول انسان واقع بشود. این دانش است، بیرون از این چیزی دانش نیست. حدس است و گمان هست، خرافات هست و اینها. یاد خب پس ما چیزی را که نمیبینیم، پس اگر قبول نکنیم، پس الکترون رو هم نمیبینیم، پروتون رو هم نمیبینیم، پس چگونه قبول نکنیم؟ علی ظاهر این سوال خوبی است، اما جواب این است که درست است که ما الکترون رو هرگز نخواهیم توانست که ببینیم و پروتون رو نمیتوانیم ببینیم و نیوترون رو نمیتوانیم ببینیم، اما وجود اینها رو در آزمایشگاه میتوانیم به اثبات برسانیم. این الکترون که از کوچکترین ذرات هست و با هیچ نمیدونم تلسکوپ عظیم و میکروسکوپ نمیدونم چند میلیون و اینها برابر نمیشود دید، اما وجودش رو آقای جی جی تامسون در این لابراتوار کاواندیش لندن به اثبات رسانید، به اثبات رسانید. دیده نمیشود ولی وجودش رو آقای جی جی تامسون کشف کرد و آقای میلیکان مقدار چارج الکتریکی روی یک الکترون رو محاسبه کرد. بنابراین این توجیهی برای جن و غول و عرض کنم که اینها نیست. پس اگر چیزی رو نتوانیم ما عرض کنم در آزمایشگاه این رو وجودش رو به اثبات برسانیم، از حیطه علم بیرون هست، میره و در حیطه چیز دیگری، مطالبی نظیر نمیدونم تلپاتی و خواب دیدن و اینها که اینم یک بهانه شده است، این خواب دیدن برای خرافات و اینها، اینها از حیطه علم بیرون هست، اینها علم نیستن دیگر، اینها حدسیات هستن، مربوط میشن به روان انسان و خیلی چیزهای پیچیده دیگر. اما اینها یعنی علم چیزی است که شما در هر جای گیتی اون رو عرض کنم تحت قواعدی به آزمون بگذارید یک جور جواب بدهد. یعنی این چارج الکترون که آقای میلیکان حساب کرده و عرض کنم براش جایزه نوبل هم برده، شما در روسیه، در مسکو، در مکزیک، در نمیدونم قزوین، در رشت، اینها هر جا حساب کنین یک جواب میدهد. بنابراین ما این مرزبندی رو اگر معلوم کنیم در مباحث خود میدانیم در باب چه چیزی میشه. ما میتوانیم بشیم راجع 3 ساعت و نیم راجع به جن و سمهای جن و پشم جن صحبت کنیم، بد نیست، بحث شیرین هم ممکن باشد، اما علم نیست. فشار قبر، آقا فشار قبر یعنی چی؟ آقا این چه مزخرفی است؟ فشار قبر آقا یعنی چی؟ فشار قبر، فشار معنی داره. گرز نکیر، نمیدونم خنجر کی، نمیدونم عقرب جرار در طبقه هفتم جهنم، اینها همه هر شبه که جز مهملات و لاطائلاتی است که انسان برای خودش ساخته، اینها ملموس نیستن، عینی نیستن، عرض می شود که مورد آزمایش نمیتوانن قرار بگیرن. خیام با ذهن عرض کنم تیز خود و با هوشیاری فلسفی خود میفرماید کس نامد از اون جهان که پرسم از او که احوال مسافران عالم چون شد. یعنی در حیطه تجربه ما نیست، پس علم نیست، باید شک کنیم در وجود چنین چیزی. اینا مغالطات است و مربوط می شود اینها ببخشید به یک مغلطه‌ای که عرض میکنم به نامش هست مغلطه اثبات علمی قضیه متافیزیک. حالا ما بسی بگردیم یک عرض کنم که برابر فارسی درستی براش پیدا کنیم، یعنی که ما در آزمایشگاه بنشینیم بگیم چه کار میکنیم، بگیم میخوام جن بگیرم، با وسایل آزمایشگاهی میخوام جن بگیرم، بگیم آقا جن امر موهوم هست، امر موهوم یه قضیه متافیزیک هست، شما نمیتوانید در آزمایشگاه جن بگیری در بطری بکنید. یک دانشمند پاکستانی، دانشمند اتمی پاکستان، آره شما فکر شروع کنید، یکی از کسانی که در توسعه سلاح‌های اتمی پاکستان دست داره، محمد بشیر خان، یه همچین اسمش حالا منو مسئول مقابل اسمش نگیرید چون اسمش یادم نیست، اما کتاب نوشته
در قضیه فیوژن، فیوژن عرض کنم که در سطح خورشید و همه ستارگان، یعنی نور کهکشان، انرژی جهان، وقتی شبا نگاه میکنیم به آسمان این همه زیبایی خیره کننده هست، اینها از فیوژن هیدروژن هست. یعنی دو هیدروژن به هم عرض کنم فشرده میشوند زیر حرارت بسیار زیاد و فشار فوق العاده زیاد، تبدیل میشوند به هلیوم، مقداری انرژی از دست میدهند، مقداری ماس، مقداری جرم به صورت انرژی که میشوند انرژی خورشید و اونچه در کهکشان هست. این آقای دانشمند پاکستانی آمده کتاب نوشته، بنده دیدم کتابش رو، که این قضیه فیوژن که البته مد نظر علما امروز این هست که اگر ما این فیوژن رو بتوانیم کنترل کنیم، چون وقتی ما یک بمب هیدروژنی منفجر میکنیم در حقیقت مثل آن است که تکه از خورشید گرفته ایم و روی زمین داریم بازسازی میکنیم خورشید رو، یک انرژی فوق العاده ای متساعد میشود از این داستان، اما این غیر مفید هست، این برای تخریب هست. اگر ما بتوانیم فیوژن رو کنترل بکنیم به صورت کنترل شده، مشکل انرژی حل می شود. یعنی شما می توانید از آب دریا بگیرید، هیدروژنش رو جدا کنید و فیوژن کنید، خیلی انرژی ارزان خوب، اما کنترل این بسیار بسیار مشکل هست به جهت حرارت خارق العاده و عرض کنم چند میلیونی و فشار اونچنان. حالا بماند، این آقا نوشته در کتابش، این آقای پاکستانی، دانشمند پاکستانی، که اگر ما دو جن رو اسیر کنیم، بگیریم و در بطری کنیم یا پشت شیشه بذاریم و ضبط صوت بذاریم، جن چون خداوند تبارک و تعالی فرموده است که وجودش از آتش است، بنابراین منظور نیست که اینها راز انرژی رو اینها میدانن، راز فیوژن پیش اجنه است. ما اجنه رو اگه بگیریم صداشون رو ضبط کنیم، بعد میتوانیم فیوژن رو از اونها یاد بگیریم. نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. 2500 سال پیش قریبا با اندک کم و زیاد اپیکور گفت آقا علم آموزی و دانش آموزی و تعلیم و تربیت چیزی جز نفی خرافات نیست. اگر شما دیدید که یک آقای آمده، یک ریشی هم گذاشته و آمریکا تحصیل کرده و انگلیس آمده است و به جن رو نمیدونم نکیر و اینا معتقد است، بدونید که عقل درستی نداره. یا اقلا میتوانیم بگوییم که این چیزی که این یاد گرفته، این در گوهره وجود این رو تغییر نداده، یه آدم خرافاتی است، چیزایی هم یاد گرفته، حالا ممکن است خیلی هم خوب یاد گرفته باشه. و همین آقا دانشمند پاکستانی که وقتی کتابش رو خوندن، پاکستانی ها این رو بیرون کردن از این تاسیسات اتمی که کار میکرد، بیرونش کردن، گفتن این مرد که خطرناکه، معلوم نیست چی کار بکنه، هنوز هم هستش، داره باب صبح قیامت کتاب نوشته که صبح قیامت چگونه میشه. بله، خب پس برمیگردیم به مغلطه اثبات یک قضیه متافیزیکی با ابزار فیزیکی، مثل احضار روح میکنیم. بارها ما شنیدیم که آقا احضار روح میکنن. آقا احضار روح یعنی چه؟ بله، ما بودیم در یک جلسه ای، یه آقای نشسته بود قاشق کج کرد. خب قاشق کج کرد، این علم نیست، بنده نمیدونم او چه ترفندی میزنه قاشق کج میکنه و اینا. یا ما دیدیم درویش های قادریه شیشه میخورن، خب بخورن شیشه بخورن، حالا ما باید چیکار بکنیم؟ چه چیزی رو به اثبات میرسونن شیشه خوردن ها؟ جوکی های هند هم هستن شمشیر میخورن، مثلا علی هم نمیشناسن، چون اینا شیشه میخورن و ما دیدیم که عرض کنم که لب و دهان خودش رو میدوخ، پس ما باید معتقد بشیم که مولای متقیان عرض شود که این خالق سماوات و الارض است. استنتاج رو ببین، اینا همه خرافات و مهملات است. ما میتوانیم عرض کنم در باب خرافات صحبت کنیم، خیلی هم با ذوق و حال صحبت کنیم، در باب بهشت و نمیدونم این مزخرفاتش و در جهنم و اینا صحبت کنیم، اشکالی نداره صحبت میکنیم، اما فکر نکنیم اینا علم است، داریم راجع به علوم علمی صحبت میکنیم. اینا نه، اینا خرافات روزگار قدیم هست. بیشتر این قضايا برای ترساندن عوام هست، چون خواص هرگز معتقد به این قضايا نبودن. هموطن گرامی، گفتم خدمتتون بعد از سیز مغول، حمله مغول، تنها کسی که سعی کرده است این فلسفه عقلی دوباره زنده بکند اما میسر نبوده واسه صدماتی که وارد شده است، این حاجی نصیر طوسی است
میگویند که استاد چرا شما همیشه آثار ارسطو تدریس میکنید، ابن سینا چرا قرآن تدریس نمیکنید؟ میگوید آقا این کتاب عوام هست، عوام باید اینو بخونن بترسن. که البته از اونجایی که تعداد عوام الناس در هر جامعه بیشتر است از تعداد خواص، این است که این خرافات به زودی دست بردار نیست. البته با شیر اندرون شد و با جان به در رود و به در شود. و اخیراً عرض شود که در ایران تعداد رمال و مارگیر و فالگیر و نمیدونم چی و اینها فزونی گرفته واسطه فضایی که هست و هرچی عرض کنم فضای خرافات و فقر و بیچارگی و گرفتاری و اینا بیشتر بشود، از این داستان ها عرض کنم که بیشتر میبینیم در جامعه. خب پس این دو سه مغلطه خدمتتون باشد تا بعد در باب مغالطات بیشتری صحبت میکنیم. یک مغالطه هم هست، مغالطه فیکشنال، فیکشن، فیکشن مقابل فکت هست. فکت یعنی یه چیز حقیقی، فیکشن یه چیز غیر حقیقی. و نویسندگان داریم از ایران نان میخورن، فیلمسازان بزرگ داریم در ساختن همین فیکشن ها اینها کار میکنن، خیلی هم خوب هست، اما فکت نیستن اینها. این فیکشنال کوئسچن یعنی یک سوالی که عرض کنم که حادث نیست، یک سوالی که دارای مضمون واقعی نیست. مثلا این که بگویم که اگر به جای نادرشاه آقا محمد خان قاجارشاه ایران بود چه میشد؟ چون نبوده و چنین چیزی میسر نیست، این فیکشنال هست، این یک سوال مزخرفی است، این سوال بیهوده است. می توانیم مطرح کنیم. خیلی چیزها هم عرض کنم که جامعه انسانی یاد گرفته است از طریق طرح همین سوال های غیر حقیقی، یعنی فیکشنال، اما مغلطه است هر آینه. خب اجازه بفرمایید که برویم سراغ ابن خلدون. این ابن خلدون مرد بزرگی است، فراموش نکنیم هنوز در مغرب زمین از نبوغ ابن خلدون متحیر هستند که چگونه این مرد عرض شود که توانسته است فلسفه تاریخ رو دریابد و جامعه شناسی رو به این دقت بیان بکند در اون روزگار. این مرد آفریقایی عرض کنم که توصیه میکنم خدمتتون که حتما این مقدمه ابن خلدون رو بخونید. خب یک مطلب چه عرض کنم، صدها مطلب مفید اینجا هست. خب اینجا موضوع دوم، خوب توجه بفرمایید، موضوع دوم صفحه 407 از مجلد نخستین. بله موضوع دوم کار جانشینی پیغمبر و ادعای شیعیان است که میگویند پیامبر وصیت کرده است علی جانشین وی باشد. داشتیم چند روز پیش که بله عید قدیر خم، در روز عید قدیر خم حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمدن در یک منطقه قدیر خم پالان شطور گذاشتن، حضرت علی را آوردن و دست ایشون را گرفتن و من گفت فرمودن من کنت مولاها فهازا علی مولا، بنابراین ایشون جانشین خودش رو معلوم کردن، به خصوص که در همون روز فرمودن نی اکمل تا دین کم، پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که ایشون جانشین حضرت محمد هستن. با این مغلطه عرض شد که آخوندهای شیعه کار خودشون رو به سامان کردن. یعنی چی؟ حالا دلیل امروز میخوام در باب شیعه صحبت کنیم خدمتتون، دلیل اینا اساسا چیست، چرا همچی چیزی بیرون آمده به نام تشیع. خب ابن خلدون میفرماید موضوع دوم کار جانشینی پیغمبر و ادعای شیعیان است که میگویند پیامبر وصیت کرده است علی جانشین وی باشد، در صورتی که صحت این امر محرز نشده و هیچ یک از ائمه اخبار اون را نقل نکرده است. یعنی قدیر خم چیز دروغی نیست، در هیچ تاریخی هم نیامده، خدمتتون هم عرض کردم، و هیچ یک از ائمه اخبار، گفتم امام به معنی پیشوا بوده، کسی که عرض کنم که در موضع اجتهاد علمی بوده است به میگفتن امام، در رشته‌های مختلف گفتن از ائمه لغت، از ائمه ادب، اما از بس این امام به فرزندان علی اطلاق شد، امروز میگوییم امام
محمد باقر، خیال میکنیم امام حتما فهوای مذهبی داشته. نه، اصلا چنین نیست. ابن خلدون میگوید ائمه اخبار، و هیچ یک از ائمه اخبار اون را نقل نکرده است، و اون چه در صحیح آمده که پیامبر دوات و کاغذ خواست تا وصیت خود را بنویسد و عمر از این کار منع کرد، خود دلیل واضحی است بر اینکه وصیتی روی نداده است. در مرض موت پیامبر اسلام گفت قلم و کاغذ به من بدهید، وصیتی کنم که گمراه نشوید. این چند مطلب رو ثابت می‌کنه. یکی که ایشان نویسندگی می‌دانسته، دو دیگر اون که معلوم می‌کند که وصیتی نکرده بود پیغمبر. ولی چه فایده نره، باید میخواهنین درستند. خب همچنین گفتار عمر رضی الله هنگامی که مورد سوء قصد واقع گردید و از وی پرسیدند تا جانشینی برای خود برگزیند، بر همین امر دلالت میکند که گفت اگر جانشینی تعیین کنم همانا کسی که از من بهتر است جانشین تعیین کرد، راستش ابوبکر است، و اگر این امر را فرو گذارم کسی که از من بهتر است اون را فرو گذاشته است. یعنی پیامبر جانشین تعیین نکرده و صحابه‌ای که حاضر بودند با او موافقت داشتند که رسول وصیت نکرده و کسی را به ولایت عهد بر نگزیده است. و همچنین گفتار علی به عباس رضی الله هنگامی که عباس او را دعوت کرد که نزد پیامبر بروند و تکلیف خیش را در برابر وصیت و جانشین از وی بپرسند، علی از رفتن نزد رسول امتناع کرد و گفت همانا اگر از این امر ممنوع شدیم پس نباید تا پایان روزگار در اون طمع بندید. که خدمتتون مستقیم از تاریخ طبری خوندم که وقتی پیامبر در مرض موت بوده، عباس و علی میگوید یا علی برو و معلوم کن وضعیت جانشینی، ببینیم به ما میده، اگر به ما بدهد با شمشیرهایمان از این دفاع کنیم و خلیفه بشویم. حضرت علی میگویند که من هرگز چنین سوالی نمی کنم، چون اگر بگوید نه، یک نه رسول باعث می شود که مادام العمر به ما ندهند. یعنی نه ایشان حکم میشه. بنابراین به مجموعه از کنم استدلالایی که ابن خلدون کرده و همین استدلالا رو این بنده حقیق خدمتتون بارها کردم، ثابت میکند که این قضیه قدیر خم از من دروغ. و حالا چرا این داستان تشیع علم شده است؟ اگر برویم یک موسیقی خوب بشنویم، برمیگردیم خدمتتون و در باب صحبت میکنیم تا چند دقیقه دیگر. بله، با درود بر شما وطنان گرامی، در باب مغالطات صحبت میکردیم و یک اشاره خواهیم کرد به تاریخ تشیع که چگونه برخواسته است. عرض شود که برای هشتمین بار ما در اورنج کانتی خواهیم بود در یک شنبه 11 ژانویه از ساعت 4 بعد از ظهر، که نوشتن ثبت نام 3 بعد از ظهر، 2575 مکیوی ایروان کالیفرنیا 92614، در باب پیدایش همین تصوف صحبت بکنیم. که از صحبت که ما وقتی بچه بودیم و اینا و این دراویش رو میدیدیم با این دم تشکیلات و ریش و پشم و تبرزین و اینها، گفتیم اینها چگونه مردمانی هستن، اینها چه چیزهایی میدانن. هماره این تصوف برای ما با یک رمز و راز عجیبی توأم بود. گمان میکردیم اینها به یک اسراری دست یافتن که برای کسی دیگری میسر نیست مگر این که جز خود اینها باشد. باری این هم یک تاریخ جالبی دارد، این از شبت که این تصوف، و در باب این صحبت میکنیم در حد امکان. خب بگذاریم از این داستان. خدمتون عرض میکردم در ارتباط با این داستان تشیع که چگونه به وجود آمده است، کتابی آوردم خدمتون، کتاب آقای علی شریعتی در نام علی، کتاب قطوری است. این آقای شریعتی بارها عرض کردم مرد شریفی بوده، من در این چیز شک و تردید ندارم، اما اندیشه هاش همه مغالطه آمیزه. یکی شما مبانی اندیشه از ابتدای کار سوس باشد، شما یا به مغلطه برخورد میکنید یا به تضاد. این است که این بزرگوار در اون مقطع تاریخی که از کنم که احزابی نبود و نمیدونم کار سیاست به صفر رسیده بود، از اون آدمایی بود که اسلام گرایی کرده بود، خلاصه سنگر اسلام و امامت و تشیع و تشیع صفوی، تشیع علوی و از این جور داستانا در آورده بود. هر کاریش که شما میخوانید پر لفاظی و پر از مغالطه است. ایشون رفته بوده حج، میپرسه از یکی از این
حاجی های عرب اونجا که آقا شما امام جعفر صادق رو میشناسی؟ میگه نه امام جعفر صادق کی باشه؟ آقا شما امام جعفر صادق رو نمیشناسی؟ میگه ما نمیشناسیم، ما یه پیغمبری میشناسیم، این عرض کنم که خلفا رو میشناسیم، ما شخصی به نام امام جعفر صادق ما نمیشناسیم. باری بعد لفاظی های عجیب غریب و یه قطعاتش هم براتون میخونم که چگونه به مغالطه رسیده این مرد بزرگ و بعد توضیح میدم خدمتتون. بله چقدرم صحبت میکرده. خب ببینید، ضمن اینکه آقا داره صحبت میکنه، ما میتوانیم از قلم او دریابیم که عرض کنم که بعض حقایق چگونه بوده در باب تاریخ اسلام و این آقا چگونه مینگریسته. و بعدم میگم خدمتتون چرا مغالطه آمیز است. میگوید که از قول حضرت علی، اگر زمام خلافت به دست من افتد، حق مردم را اگر اینان در قباله زنانشان کرده باشند بیرون خواهم کشید و به مردم باز خواهم داد. خب و این بود که تا زمام رهبری جامعه را به دست گرفت، به جای فتوحات سرزمین های کفر و مسلمان کردن اقوام غیر مسلمان، مبارزه طبقاتی را در جامعه مسلمان آغاز کرد و به استقرار برابری و احقاق حق مردم پرداخت، یعنی حضرت علی. و به جای اون که بهترین نیروهای مجاهد و قدرت‌های جوان مسلمان را از همه سو به یورش و ایلغار بر سر ملت‌ها فرستاد، یعنی که عرض کنم که این مسلمین عرب‌ها کارشون یورش و ایلغار بوده. اینا معانی حرفای آقای شریعتی است و درست هم هست. یورش و ایلغار بر سر ملت‌ها فرستاد و در سرزمین‌های دور ماوراءالنهر آفریقا و اسپانیا و مصر و روم به جنگ‌های جهانگیرانه مشغول دارد که یا بهشت بروند یا زندگی مردم را جهنم کنند. بسیار عبارت پرزور و خوبی گفته. اینا با شمشیر اسلامی آمدند، زندگی مردم را جهنم می‌کردند که اونا رو به بهشت بفرستند، یعنی مسلمان بشن برن به بهشت. خیلی حرف با معنی است. پس این آقا هم که عرض کنم از معروفترین مسلمین بوده است در روزگار خودش و هنوزم شهرت داره، ببینید چه به درستی مسائل رو در اینجا گفته. اول مقالتش هم میگم کجاست. بله خب یا خب بفرستد. بله یا بله که مشغول داره که یا به بهشت بروند یا زندگی مردم را جهنم کنند، مثل کاری که آخونده در ایران میکنن امروز. و با ایجاد قدرت و ثروت و تبلیغات امان فریبانه ای که پرچم اسلام را در شرق و غرب اهتزاز آوردیم و معابد ملت‌ها را ویران کردیم یا به مسجد بدل نمودیم و صدها هزار دختر و زن مردم را به اسارت مسلمین گرفتیم و در بازارها فروختیم و و و بر برج کلیسای روم بانک از آن برداشتیم، تا بدین گونه اذهان عمومی را از مسائل داخلی ستمها، قصفها، باندبازی‌های سیاسی، تبعید ابوذرها و روی کار آمدن مروانها و دوباره همه کار شدن همان اشرافی که پیش از اسلام هم کار بودن و تبدیل اسلام از یک انقلاب فکری اجتماعی به سر قدرت سیاسی نظامی و از ویران شدن خانه محمد و خاموش شدن فریاد فاطمه و کنار رفتن سران وفادار، اینا رو داره مغالطه میکنه دیگه. حالا به هر صورت خب میخواهد بگوید که علی هر شبت که در این کارا شرکت نکرد و در جهانگیری شرکت نکرد. و این چرا نکرد؟ به جهت اینکه میخواست که مبارزه طبقاتی بکنه. این آقا متوجه نشده که این بنیان این کارها رو در صدر اسلام گذاشته شد. خود این علی بتخانه ها رو خراب میکرد، معابد مردم رو. همین علی دست اندر کار، یکی از افتخارات علی این است که بر شانه محمد رفته بت خراب میکرده. ملاحظه میکنید وقتی که اصل کار انسان، اصل استدلالش درست نیست، به مغلطه میفته. حرفایی که زد همه درست بود در اینجا، یعنی اینها هم زندگی مردم رو جهنم میکردن که به بهشت ببرن، هم معابد مردم رو خراب میکردن به جاش مساجد بسازن، هم اسیر میگرفتن مردم رو بدبخت میکردن. و این کارها از زمان حضرت رسول به دستور ایشان، به دستور قرآن شده بود. آقای شریعتی فراموش کرد این داستان. احمد بوتچکن خلیلانه با علی در حرم شد از خانه، اون که بر قفل دل کلید عطا زد پی فتح باب دندانه، بهر تخریب بت علی را گفت پا به دوشم گذار مردانه. اون مأمور تخریب معابد که یکیش هم همین علی بوده. حالا این عرض کنم که به عنوان یکی از کارهای مهم و اینا به این منصوب میکنه، حالی که بت‌های بزرگ رو
از کنم که مامورش خالد ابن ولید بود، جایی که نیازمند توی یه کار دیپلماتیک کار جنگی بود علی رو نمیفرستاد حضرت. اما این قضیه آقا اینجا فراموش کرده که در باب کسی داره صحبت، کسی دفاع میکند که خود کارش در همه کارها مشارکت داشته. آقا در خراب کردن معابد و کشتن مخالفین اینا آقا مشارکت داشته، مشارکت مستقیم داشته، از چه چیزش میخواد دفاع کنه؟ و اینی هم که میگوید که علی در از سبب که فتوحات و اینها به جای این کارها را نکرد، نه نه این که نمیخواست بکنه، نمیتوانست بکند، یعنی شرایط این هم مغالطات دیگه ملازم فرمایی. یعنی یکی نبود به این آقا بگه آقای محترم شما شرایط روزگار عثمان رو در نظر بگیر، جنگ داخلی شده بود بر اثر کارهایی که عثمان کرد، مردم ناراضیان بودن، لشکرها آمده بود از بصره و کوفه و مصر و اینها، جنگ جنگ داخلی بود و علی سیاستمدار نبود، نشسته بود اونجا و هر شبت که یک مش گدای روزخان رو گدای نمازخان فرستاده بود در ایالات و ولایات، به جز اینکه دو نفر آدم حسابی کسی باش همکاری نمیکرد، اون زور و قدرت و درایت و سیاست رو نداشت که نه که مخالف باشه که جای دیگر رو بگیره. بله و بعد اینجا توضیح داده است و اینها و عرشبت که یکی از رسم اسلام از روز نخستین این بود است که برای نابود کردن دیگراندیش و کسانی که مخالفت داشتن واژه ها اختراع بکند، برچسب ها بزند، کفار، منافقین. اینها هم اختراعات اسلام است که هنوز هم کاربرد داره در ایران و افغانستان و اینها چه خونها ریختن در کل منطقه. یکی کافر است، کافر. حالا اون آقای محترم در ایران نشسته، مثلا عرض میکنه وقتی که جامعه به انحطاط میره اتفاقات بسیاری میفته به لحاظ فرهنگی. فرض میکنیم یک آقای نشسته با یه تحریش حاجقات، چند بارم سفر مکه رفته و اینها، یه آقازاده رو با تحریشش فرستاده انگلیس و برگشته، آمده عمله زور شد، دزدی میکنه، رشوه میگیره، ظلم میکنه، عرض میشود که ممکنه شکنجم بکنه و مال مردم هم میخوره، اما شغل خیلی محترمی دارد. حسبی همین از الحمدلله رب العالمین که این بندزاده بسیار شغل محترمی دارد در جامعه کنم. آقا شریعتی هم اشاره به مطلب کرده اتفاقا در این کتاب. اما اگر این آقا مثلا این ریشش رو بتراشه، یک وقت یک لیوان آبجو هم خورده باشه، آبروی ما رفت. آبرو، ببینید آبرو چجونه مفهوم شده. آبرو یعنی با دزدی و آدم کشی و دروغ و ریا اینها آبرو سر جاش محکم میماند، با یک لیوان آبجو آبرو میرود. بله اینها عرض کنم که در این سنت منحط شیعه و سنت منحط اسلامی که عرض کنم به ما رسیده است، اینها جا افتاده این قضایا و مسائل. کفار را میکشند، کفار. و این علی هم عرض کنم که برچسب میزد و این دفاع کرده این آقا از برچسبای علی. ساقطین، ببخشید قاسطین، عذر میخوام، قاسطین، مارغین، ناکسین. ناکس البته اون ناکس ایرانی نیست، سه نقطه است. از عهد شکنندگان، عهد شکنندگان مثل طلحه و زبیر و عایشه اینا ناکسین بود. قاسطین از قسط و عدل، یعنی مخالفان قسط و عدل. قاسطین معاویه و از کنم که دوروبرش و کسان کار او نها، قاسطین و مارغین. با این برچسب ها عرض کنم که جنگ خونریزی بود و اصلا کار حضرت علی علیه السلام از روز نخستین خونریزی و جنگ بوده تا روزی که او رو کشتن. گفت ای کشته، کرا کشتی تا کشته شدی؟ زار یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. گفت کسی که با شمشیر بکشه با شمشیر نابود میشه. کار ایشان خشونت بوده، حالا فضیلتاش هم بر سر جاش. و چون قرار شد در باب این موضوع پیدایش تشیع صحبت کنیم که چه شد و اینها، از داستان از این قرار بود که از سبتی یک جامعه پیدا شد متشکل از اعراب زیر چتر اسلام. اینها شروع کردن به حمله کردن و اموال این اونو گرفتن و گسترش پیدا کردن
تا رسیدن به مرزهای ایران و بقیه قضایا هم شما میدانید، از جنگ نهاوند و قادسیه و جلولاب و اینها و مردم ایران هم خسته و آزرده از تشکیلات ساسانیان که بحث درازی دارد، باری یک شکست نظامی بود در جبهه های قادسیه و غیره و اینها. یک مش مردمانی آمدند به ظاهر بیگانه، به زبان بیگانه، به لحاظ فرهنگی بسیار بسیار فروتر، و که مردم ایران به اینها به دیده عرض کنم که تحقیر نگاه میکردن، اینا آمدن مملکت ما رو گرفتن. و بعد حکومت عرض شد که چه کسی آمده است اینها رو کار کرده؟ عمر بوده، عمر ابن خطاب، خلیفه مسلمین، دومین خلیفه در روزگار او این فتوحات شده است که البته بعدم ادامه پیدا کرده است، اما سقوط امپراتوری ساسانی در زمان عمر بود. بعد که بوده است؟ بعد اول ابوبکر و عمر و بعد عثمان و بعد علی عرض شود که، و بعد از علی هم حکومت عرب رسیده است به معاویه، یک سیاستمدار چردست بسیار بزرگ و فهیم و بصیر که نظیرش کم بوده، اما عرض شود که این آمده است و یک تشکیلات پادشاهی درست کرده، دین رو هم اساسا در تصمیمات سیاسیش یک سره انداخته کنار، چون کار نمی کرده دیگه، دیگه قوانین اسلام کار نمی کرده زمان معاویه، و یک سیستم پادشاهی به شیوه ساسانی بوده و دبیرخانه درست کرده است و تشکیلات و بند و بساط و تعصبات عربی رو برکشیده، یعنی به عربا اونچنان حالی کرد که علت برتری شما خون و تبار و نژاد عربی شماست، و در این کوفه و در این مدینه و در شهرهای دیگر پر بود از اسرا موالی، اینها خون جگر بودند از دست این تشکیلات و از دست تشکیلات معاویه و اینها، و عرض کنم که یک فضای سیاسی به وجود آمده بود که برای ایرانیان هم که نمیشد این اسلام عزیز رو پذیرفت، نمیشد نپذیرفت، آلترناتیوی هم نداشتن ایرانی ها، یعنی که در طول این مدت ساسانی دو آلترناتیوی که پیدا شده بود به لحاظ عقیدتی در خون فرو نشسته بودن، یکی جنبش مانی بوده است، دیگری جنبش مزدک، یعنی این تغییر و نیاز به تغییر در جامعه ساسانی محسوس بود، اما کسانی که آمدن برای تغییر جامعه اینها رو کشتن، از میان بردن، و عرض کنم که از سوی دشمن این تغییر آمد در واقع، و اینها آمدن به ایران. حالا در ایران ما اونچه حلال بوده حرام شده، اونچه حرام بوده حلال شده، بخش عمده ای از ریا که در کشور ما هست و در خلقیات ما آمده است و بسیار عرض کنم که مقبول هست، از اونجا آمده، یعنی مردم ایران مردمی بودن شادخار و شادکام و از کنم اهل شراب، اهل موسیقی، اهل هنر، اینها روزه گرفتن رو ننگ می دانستن، وقتی اعراب آمدن اینها آقا روزه نمی گرفت، می اومد بیرون می گفتن آقا روزه گرفتی؟ می گفت روزه هست؟ بله روزه هستم، شرابم که نخور، نخیر شراب نخوردم. این رفته رفته این درویی و دوگونه سخن گفتن به حکم ضرورت در جامعه و فرهنگ ما باب شد، متاسفانه ریشش از اونجاست. امروز هم که نگاه میکنیم هممون ریش داریم تقریبا، ما این ملت ریشو سراغ نداریم در دنیا. یه زمان صدام حسین در عراق بود، همه عراقی سیویل مستطیل داشتن، معلوم نبود صدام حسین کدوم هست، این سیویل شده جز یونیفورم. الناس علا دین ملوکه، کمتر عراقی می‌دیدیم که یک سیویل مستطیلی مثل صدام حسین نداشته باشه. حالا در ایران هم ریش شده، بسیاری از این ریش‌ها برای ریاکاری است، یعنی ما هم جزء این سیستم هستیم. حاج آقا ما هم جزء شما هستیم. تسبیحی و از همون شکل روباهی که مشهور هم هست و اینها، این رایج است در جامعه. باری اینها آمدن، حالا ایرانی‌ها مانده بودن که چه بکنن حالا با این داستان، آلترناتیوی هم که ندارن، در میدان نظامی هم که شکست خورده بودند و اینها، این زمینه هم در ذهن بود. اینها آمدن طرفدار حاکم معزول شدن، حاکم معزول. حاکم معزول کی بود؟ علی پسر ابو طالب، که شغل بهش نمیداد کسی. آقا ما شما رو قبول نداریم، برای نفی حکومت حاکمان برکار، این عده که فقرا بودند و اینها و ایرانی هم جزشون بودند، گفتم ما طرفدار حاکم معزول هستیم. شما ماجرای خاتمی رو به یاد دارید؟ خاتمی رو کسی نمیشناخت واقعا در سطح جامعه، اما آمدن بین علی خامنه ای و ارشاد که تشکیلات اینها و ناطق نوری آمدن شیشدن شیعیان خاتمی،
دنبال خاتمی سینه زدن، شدن شیعیان خاتمی. از بغض معاویه حب علی مورد نظر افتاد. خب حاکم معزول، طرفدار حاکم معزول، و وقتی جنگ داخلی شد، این عرض کنم علی شمشیرش کشید افتاد به جان معاویه. معاویه کی بود؟ کسی که عامل همین عصبیت عربی بود. ایرانی‌ها خوشحال شدن، خوشحال شدن که خودشون به خودشون افتادن و یه کسی پیدا شده داره با حکومت عربی جنگ میکنه. از اینجا شروع شد قهرمان سازی بر اطراف چهره علی ابن ابی طالب. و همین علی عرض کنم که بعد مربوط میشود به وضع امامت، سبب شد که عرض کنم یک رشته افکار دیگری به دنبال داشته باشد و یک نظام ایدئولوژیک ایرانی بسازد در نفی اسلام و نفی پیغمبر اسلام و نفی همه چیز که اسلامی بود، و چیز تشیع رو بسازد. برای این بی خود نیست که عرض کنم که این سنی ها میگن رافضی کافره، درست میگن، چون وقت نیست که ما قدم به قدم این رو دنبال بکنیم که اساساً این 3-4 نفری که در ابتدا پیدا شدن چه کسانی بودن و چگونه این شیعیان چگونه به وجود آمدن. و از لفظ شیعه همین ابن خلدون به ما یاد داد که شیعه یعنی پیرو. این شیعیان عثمان بودن یعنی پیروان عثمان، شیعیان علی بودن یعنی پیروان علی. و بعد رفته رفته اونقدر این لغت مورد استفاده قرار گرفت در باب پیروان علی که شیعه و شیعه شد یعنی دوستداران اهل بیت. خلاصه مطلب. و بعد این طرح ایرانی ها ریختن. شما اگر نگاه کنید به آثار نوبختی و دیگران اینها، این از کنم گرایش به شیعه و تظاهر به شیعه نوعی نفی اسلام و نفی خون و سرشت عربی بوده. خب برای این که از کنم ما این اسلام رو بی اعتبار بکنیم، چه چیز رو باید بی اعتبار کنیم؟ اول پیغمبرش رو باید بی اعتبار کنیم، مگه نه؟ دقیقاً شیعه این کار رو کرده و به مقصد هم رسیده. الان در ایران ما شما انصاف داشته باشید، آیا محمد اعتبار علی رو داره؟ هرگز. گفت یک شاعر کرمانی بود، دوستم میگفت، گفت راش نمیدادن به مجلس شعرا، گفت آقا ما هم شاعریم، گفت یه شعرت بخون. گفت علی ای که آفریدی تو پیامبر خدا را، او به جان ما فکندی تو این دوتا بلا را. بله، میگوید که در چیز کائنات از روز ازل معمار علی بود، خدا بنا بود. یعنی معمار جهان هستی علی بود و خدا بنایی میکرد برای علی. یعنی ما در ایران میگیم یا علی، علی علی، علی نگه داره، دست علی به همراه. محمد کاری نیست در ذهن ما، محمد کاری نیست در ایران، محمد کاری یا علی. چرا این کاری کردن واقعا؟ برای که این محمد رو بی اعتبارش بکنن و بعد زیر سایه حقانیت علی فوشهای رکیک، سب و لعن دوستان محمد. یعنی سب و لعن کردن به ابوبکر و عمر در واقع فوش ضمنی هست به پیغمبر اسلام. یعنی نمیفهمی، آینده نگری نداشت، دوستان و دشمن خودش رو تشخیص نمیداد، فحش دادن. و عرض کنم که سب عرض شد که عایشه و اینها به این منظور است که یعنی بابا متوجه نبود، نمیشناخت، ما میفهمیم. و ما عرض کنم که حدیث ساختیم که جبرئیل امین که آمد و عرض شد که آیات قرآنی رو از اون دبیرخانه الله از اون آسمان هفتم نازل بود، اشتباه اومد، واسه اومد در خانه علی، رفت در خانه محمد. مگه اینا شیعه نیست؟ و وقتی که حضرت تشریف بردن، سوار یعفور تشریف بردن به طبق هفتم، دیدن علی نشسته با خدا داره تخت نرد بازی میکنه. داره تخت نردش من شوخی میکنم، ولی انگور میخوره. یعنی این که به حساب واقعا عرض کنم که به اندیشه برکشیدن امام، نفی نبوت محمد کردن، این بتون شیعه‌گریست. حالا به ظاهر به طور مستقیم نمیتوانن لعنی بکنن، اما معنیش همینه. در اذان وقتی میگوییم اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان علی حجت الله، این توهین مستقیم به محمده، چون محمد رسول الله است بیچاره. انا بشر مثلکم،
یعنی آدم معمولی است، اما ولی الله ببینید چه مقامی داره، ولی خدا. محمد صاحب ولایت نیست که، بیچاره محمد یه پیغمبر است، اما خدا من فرستاده، الله من فرستاده شما راهنمایی کنه. یعنی خارنگاشتن، عرض کنم که رسالت محمد در مقابل از ولایت علی. و بعد ایرانی ها نمی فهمیدن جمهوری یعنی چی، یعنی همین داستانی که در سقیفه اتفاق افتاد و عربا آمدن انتخاب کردن، ایرانی انتخاب نمی دونست چی هست. ایرانی طرفدار، عرض کنم که نطفه مقدس بود. به سیستم پادشاهی که میرسید فرزند این مقدس بود، فرزند او و فرزند او و فرزند او، خون و نژاد شاهان عرض کنم که مقدس بود. و اینها آمدن رو همین داستان رو هم منتسب کردن به خاندان علی، خاصه که گفتن که عرض کنم که نمیدونم حسین زنش ایرانی بوده و از امام سوم، امام چهارم ببخشید، از امام چهارم دیگه ایرانی است. و این داستان اسلام نه از طریق خلفا و از نه طریق چیز، بلکه از طریق احادیث، نه احادیثی که از عمر رخ شده باشه و ابوبکر و عثمان و اینها، نه اون که از فیلتر عرض کنم اهل بیت گذشته باشد، اینا آمدن دین ساختن. خلاصه مطلب با این انشعابی که کردن و ایرانی‌ها کمک کردن، در واقع در ابتدا یه حرکت سیاسی بود و بعد این باعث نجات مملکت هم شده. فراموش نکنیم این تشیع سبب نجات ایران شده. این تشیع عرض کنم که با ناسیونالیسم ایرانی درآمیخته، فراموش نکنیم. طوری این هم تبلیغات کردن و اینها که اساساً از کنم نزد شیعیان و اینها اونچه اهمیت داره علی است و حسن و حسین و اولاد اینها. پیغمبر اهمیتی نداره، چیزی نیست در مقابل علی. و با این ترتیب یعنی میتوانیم بگوییم دو تونل که ایرانی زده در نفی اسلام و خارنگاشتن اسلام و پیغمبر و اینها، از کنم یکی تشیع بوده و یکی تصوف بوده که اساساً تصوف راه دیگری گرفت، نفی کلیت شریعت کرد، از نماز و روزه و حج بگیرید تا سایر این مراتب و مناسکش و همه چیزاش. طریق عشق برگزید، عرض کنم که شوق و جذبه و حال رو جانشین این مراتب و عبادات این چیزها کرد، خانقاه رو انتخاب کرد در مقابل مسجد و اینها. این است که آخوندهای ارتدوکس دشمن تشیع و دشمن تصوف هستند و خود آخوندهای شیعه هم دشمن تصوف هستند. در روزگار همین هر شبت که مغولها و از میان رفتن مغولها، ما دو امپراتوری سنی خونریز داریم و خدا نکنه سنی متعصب ببینید شما، وای 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 وهابی، وای 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 آدم خورن اینا، آدم خور متعصبینشون. و اینا متعصبانه نفوذ کردن به جنوب ایران، بخش بلوچستان و اینها. این وهابیگری که اساساً هیچ گونه معنویتی در این آیین نیست و پدیده بسیار خطرناکی است این وهابیت. شیبانیان اولاد چنگیز خان مغول و هر شبت که عثمانیان طمع داشتن به کلیت این سرزمین. مغول ها هم رفتن یا مزمحل شدن، این فضای خالی مانده، یک خلاء قدرتی هست، بایستی به یک وجهی مملکت حفظ می شد. در روزگار ناسیونالیسم ایرانی هم نبود. ناسیونالیسم ایرانی از شاه اسماعیل شروع شده. هموطن گرام، نه سعدی می فهمید ناسیونالیسم چی هست، یعنی بعد از فردوسی و یکی دو تا شاعر بعد از اون ما دیگه نمیشناسیم کسی که کلیت ایران رو دیده باشد و معنی میهن رو فهمیده باشد، تا میرسیم به عرض کنم شاه اسماعیل صفوی که موضوع ایران دوباره مطرح شده زیر چه لوایی؟ لوای تشیع اهل بیت.
همین نادرشاهی که عرض شود که گفت من یه دینی میخوام اختراع کنم و این آخوندهای شیعه رو گردن زد و اینها، خود این عرض شود که به همین وسیله متشبث بوده به حدودی. وقتی که از فتح هندوستان برگشته چادر زده بود، چادر نادرشاه هم 3000 متر مربع، میگویند که هیچ درباری به این شکوه و عظمت نبود که چادر نادرشاه. یکی از این خوانین بزرگ هم نشسته بود، گفت آقا ما پیش این امیر بخارا بودیم ابوالفیض خان و ایشون به من فرمودن که این شاه شما رافضیه. اینو مورخ نادر در حضورش بوده نوشته ها، اینو شایعه نیست که میگه رافضیه. من گفتم خیر قربان، شاه ما هم به همین دین خود شماست. یک مرتبه نادر گفت این مرد که نادان جاهل فرومایه، تمام شاهان جهان به پایبوسی ما میآیند، اینجا تو رفتی نشستی پیش یک تنباکو فروش بخارایی، اونجا نشستی چاپلوسی کردی. سلمونی رو خبر کرد، ریش این آقا رو تراشید، ماس مالیدن، کلا بوغی، سوار الاغ، دم الاغ تو دست آقا، خانه بزرگ میچرخونن تو لشکر. بعدم لشکر کشید رفت این ابوالفیض خان اگر اشتباه نکنم، دستگیر کرد و همه منطقه رو گرفت و برگشت بهش برخورد. بنابراین این شیبانی‌ها که اونجا بودن، خاندان‌های در حقیقت خوانین مختلف بودن، اینها چه قتل و غارت‌هایی در خراسان می‌کردند، فجیع واقعا. و عثمانی‌ها، بنابراین شاه اسماعیل اومده دوباره با این داستان تشیع که ما دشمن اینا هستیم، اینا سنی هستن، اینا دشمن هستن، ما وارث اسلام ما هستیم و اینا جنگ شده است و اینا. و بعد رفته رفته همین داستانی که هر سبت که در ناسیونالیسم ایرانی در آمیخته و اینا، رفته رفته به انحطاط رفته. امروز دیگر عرض کنم اون چه سبب تشیع بود و عرض می شود که علت تشیع بود، اون علت امروز فاقد نیست، اون علت ساقط شده. یعنی دیگه ما عرض کنم فهمیدیم که ایرانی داریم، فهمیدیم که باید ازش دفاع کنیم، لازم نیست زیر لبای عمر کشون و این کسافتکاری ها بخوایم خود رو، تفاوت خود رو نشان بدهید. و همه این دروغ هایی که ساختن و به علی بستن و به حسین بستن و بند و بساط، اینا همش اختراعی است، هیچ کدوم اینا درست نیست. ما ندیدیم واقعا یک تاریخ شیعه که بدون تعصب نوشته شده باشه و به درستی سخن گفته باشه. این قدیر خم از بن دروغ، خوندم خدمتتون، ابن خلدون، از ابن خلدون بزرگتر ما عاقلی نداریم در تاریخ نویسی. تبری، واقدی، تمام بزرگان میگن آقا خبری نبود که، کجا، چی راجع به چی صحبت میکنی، قدیر خم یعنی چی. داستان جبریل اشتباه آمدنش دروغ، عرض کنم که همه داستان ها دروغ. اینها به جهت نفی قضیه عرض کنم که اسلام بوده و اسلام سنتی، یعنی اسلامی که مد نظر عمر بود و اسلامی که مد نظر ابوبکر بود، اسلامی که مد نظر عثمان و محمد بود، اینها ایرانی‌ها نمی‌توانستن بپذیرن. می در روزگاران قدیم که گل‌های جاویدان به وجود آمد در رادیو، اینها مردم وقت بسیار زیاد داشتن، زندگی هم ریتم آرامی داشت. این است که این گلها یک ساعت، نیم ساعت ساز می زدن. اینا خلاصه ما امروز هم نشستیم به امید این که آواز ایرج رو بشنویم که مرتب این ساز می رفت و نرسیدیم خلاصه به صدای ایرج نرسیدیم امروز گوش کنیم. اینها از سامان گرامی خواهش میکنم که این تلفن رو اگه باز کنن، خط استودیو رو میتونید اعلام بکنید با خط سرزمین جاوید، چون هنوز وصل نشده، ما در لس آنجلس هستیم، بتوانیم با چند هموطن صحبت کنیم. بله، گفت در خلقت خائنات از روز نخست، معمار علی بود، خدا بنا بود. خدا بنای علی بود آقا، یعنی اونقدر اغراق و مبالغه کردن که به طور کل هر سبب که خدا هم تحت تأثیر علی قرار گرفت. ببینید تعصب چه میزان بوده واقعا، هیچ خبری از محمد نیست، در حالی که همه اینها رو هم بند کفشمون هم نمیشدن. شارع اون بوده آقا، گفت این همه آوازها از شهر بود، اینا چیزی نبودن در پرتوب
تلقینات و تعلیمات اوست که توانسته بود تاریخ یهود رو یک سره مصادره بکند و اساره تاریخی فرهنگ مملکت ایران رو از اونجایی که با آیین زرتشت و مسائل ایدئولوژیک هست اونها رو هم مصادره بکند، فرهنگ عرب رو هم مصادره بکند و روی هم بریزه و چنین چیزی در بیاره که عرض شود که اینا بتوانند زیر سایش به ضرب شمشیر و اینا این رو تحمیل بکنند و بعد گسترش پیدا بکنند. اینا اما شخصیت محمد رنگ باخته در عالم تشیع. علی شده از ولی الله، محمد بیچاره که رسول الله بودی از روز اول. بفرمایید قربان، درود بر شما. بفرمایید قربان، درود بر شما. درود بر شما، خسته نباشید. حالتون چطوره؟ ممنون، تشکر. از مشهد تماس میگیرم، دانشجو 20 ساله هستم. زنده باشی عزیزم، بفرمایید. میخواستم در باب این جانشینی علی، بله، واقع به قدم نسبت میدم. در تاریخنامه طبری بنده مطالعه کردم، در تاریخ مغازی هم اینطور، و واقعا هم اثری از قدیر خم نیست، ولی در تاریخ نامه طبری ببخشید یک صحبتی از عبدالله ابن سبا که یک یهودی بود اهل یمن، شما مطالعه کردیم، خبر دارین از این جریان؟ بله بله، میخواین توضیح بدم خدمتتون؟ بله، میخواستم بگم که چون تا حالا نشدیدم که شما این موضوع بدین که این اولین شخصی بود که صحبت از جانشینی علی کرد. ابسولوتلی، خیلی 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 مطلب مهمی است دوست عزیزم. اگر فرمایشی ندارین در وقت باقی مانده در باب این ابن سبا توضیح بدم خدمتتون. بله، پس لطف بفرمایید. قربونتون برم. امری دیگری ندارین؟ سپاس، خدا قربان شما، دور بشن. بله، درست میگنی هموطن. این داستان اغراق در باب علی و مطالبش اینا از یک یهودی سرچش میگیره، عبدالله ابن سبا. این آمد و چون یهودی بود پیش عثمان و فکر کرد که حالا چون شخصیت مشهوری است در بین یهودی ها و اینا، اگر این مسلمان بشود عثمان به او شغلی مقام چیزی میده. اما عثمان نداد. وقتی نداد این آقا آزرده شد، رفت در مصر، شروع کرد مردم رو جمع کردن و تبلیغ ها کردن که آقا نمیشود که عرض کنم که یک فرماندهی مثل محمد وزیری نداشته باشه و وزیرش علی بوده و علی باز میگردد، اون کسی که کشته شد شیطان بود و علی نبود و علی به آسمان رفته و عرض کنم کار اغراق رو به جای رسانید که میگفت این رعد و برق که میشه، این رعد و برق صدای علیه، برق که میزنه این شلاق علیه، و شروع کرد، یعنی از اولین قالی قلات، شنیدید حتما قلات شیعه، همین عبدالله ابن سباست و بنیانگذار این داستانی عبدالله ابن سباست و یک مرد زبان آوری بود، تاریخ رو هم خوب میدانست و اینها، و این نخستین کسی است که آمده و ناراضیان رو گره خودش جمع کرده بود، از این حرفا میزد. درست میگه هموطن گرامی، در باب این قدیر خم هیچ نشانی در تاریخ های درست قدیم نیست، کما اینکه خود ابن خلدون که مورخ بزرگی است چیزی پیدا نکرده 780 سال پیش. بله، درود بر شما، بفرمایید. الو، بفرمایید قربان. سلام آقا، خسته نباشین. درود بر شما عزیزم. صحبت میکنم؟ بفرمایید، صداتون پخش میشه. بفرمایید. خسته نباشین استاد. قربان شما عزیزم. چند بار تا حالا زنگ زدم مزاحمتون شدم. استاد گفتم اگه ممکنه یک روز بذاریم فقط به خاطر جواب به تلفونا، که اینطوری به نظر هموطنا بهتر و باشه. باشه عزیزم، باشه. استاد یه سوالی داشتم. کتاب سوم درباره پرواز نوشته، اولی کسی که پرواز کرد، میخواستم اینو گوش کنین، عباس فرناس بوده، بعد این برادران اوتو بوده، ولی اینطوری دارن به خورد دانش آموزا میدن کسی به نام عباس فرناس کردم، اصلا اسم اینو شنیدین؟ پرواز به کجا کرده؟ تو آسمونا پرواز کرد، اولین کسی که هواپیمان اختراع کرد و پرواز کرد. برادران اوتو بودن، ولی الان نوشتن آقا کتاب فارسی سوم دبستان، مقطع دبستان نوشتن کسی بوده به نام عباس فرناس، مسلمون بوده 100 سال پیش. نه این سو خیلی مطلبی دیگه نه تا توضیح بدم خدمتتون. ممنونتم. قربونتو، ممنونم عزیزم. در باب مطلب اولتون درست میفرمایید. بعد نیست هر دو سه هفته یه بار تمام وقت رو در اختیار هموطنان بذاریم، سوالاشون رو مطرح کنیم، با هم صحبت کنیم. عرض کنم ما یک مردی در دهمان داشتیم به نام علی بالون، بچه‌هاش هستن. این اولین که باری که هواپیما دیده بود، اومده بود گفته بود یه چیزی در اومده به نام بالون. اومده بود و مشهور به علی بالون، میگفتن بچه‌های علی بالون. خلاصه یک خان بختیاری میاد و میشته علی بالون، علی بالون اینها، میگه علی رو بیارین چه بنیارم. علی رو بیارین ببینم.
علی رو میارن و سلام میکنه و دو زانو میشینه و میگه که علی، میگه گفت که تو تری بالون بسازی، یعنی هواپیما بلدی بسازی؟ و خان اگه وسایلشو بدن حتما میسازم. این داستان عباس هم که فرمودید همینه آقا، اینها مزخرفات آخوندیست که چی بگیم دیگه، قربونتون برم. چی میشه گفت در باب یک رژیمی که همه سرمایه های ملت رو صرف دروغ بکنه و خرافات؟ شما در مغرب زمین از سوزن خیاطی بگیرید تا دوچرخه، تا عرض میکنم هر پدیده صنعتی، اینها تاریخ مدون داره، ساعت به ساعت، روز به روز که چی بوده، چه کسی آمده، چی کردن. برادران رایت بودن عزیزم، دو تا برادر بودن اینها، اولین چیزی که پروازی که شده است، یعنی یه چیز صنعتی از زمین بلند بشه، که البته همیشه پرواز از روزگار قدیم بوده، در ذهن ایرانیان هم بوده. طرح کیکاووس رو ما در شاهنامه داریم که برههای بریان ساخت و یک تختی ساخت و برههای بریان آب‌ها رو عرض کنم تربیت کردن، که این اسطوره است، میتولوژی خیلی قشنگی نشون میداد که میل به پرواز، اندیشه پرواز، هوس پرواز از رویاهای انسان بوده. اینها تا میرسیم به اسب لئوناردو داوینچی که طرحش هست که ما چه چیزی بسازیم، چگونه به چرخه که مثل هلیکوپتر میمونه، چیزی که داوینچی گفته، و یک پری و اینها که هست، دستخطش هست، نوشته‌هاش هست، تا رسیدیم به عرض کنم که اسب جدید و برادران رایت با یکی از این هواپیماهای قدیمی که ساخته بودن یک انجین گذاشته بودن، برای اولین بار از زمین بلند شدن. عباسی ما نمیشناسیم در این ارتباط که چنین کاری کرده باشد. اینها میگن همه چیز رو اینها از ما دزدیدن. یه آقا از همه چیز از شما دزدیدن، پس ما خودمون چیزی نداریم. همش از قرآن گرفتن. باور بفرمایید. قرآن میگوید که جای گرم هست، بنابراین اینها فیوژن رو از ما دزدیدن. از این چیزا چی بگیم؟ درود بر شما، بفرمایید. الو الو بفرمایید قربان. الو الو، درود بر شما استاد. درود بر شما عزیزم، بفرمایید قربان. استاد من اگه اجازه بدید انتقادات داشتم خدمتتون، البته در مورد فریختگی و بزرگواریاتون من قبلا زنگ زدم صحبت کردم. جانم عزیزم بفرمایید، خوشحال میشم بشنوم. استاد یکی، شما در مورد زبان پارسی پاک کم لطفی میفرمایید، و یه مورد دیگه این که شما فرمایید اسلام رو ما با دین کاری نداریم. البته مباحث شما همیشه در مورد دین هست، ولی خب در زمینه این که اسلام شما فرمایید ما با دین کاری نداریم، برن مسجد کارشون انجام بدن. خب توی الان ترکیه و پاکستان و جای دیگه ما حکومت ها لایک هست، ولی خب اسلامگیره ها کار خودشون انجام میدن و باعث چالش ها و درگیری ها میشن. بله. و این که مثلا شما شاهنامه رو همیشه در پیش روی خودتون داریم و از فردوسی ستایش میکنیم خاطر این که به اصطلاح زبان فارسی رو پاس داشتن، و اینکه شما تمام گفتاراتون اصلا خیلی تقریبا بی‌توجه به حفظ زبان و این عرض کردم و فرض کردم زیاد به کار می‌برید. باشه عزیزم، مطلبتون تا چون وقت هم هست این جواب تو خدمتتون بدم. ممنونم، تشکر. ممنونم عزیزم. چیزی به نام پاک وجود عزیز من، چیزی به نام خالص و پاک وجود نداره. سم هم پاک نیست، فردوسی هم 4% عربی به کار برده دوست محترم، و فردوسی در روزگار خودش به زبان خودش صحبت میکرده، به حکم ضرورت صحبت میکرده. یعنی شما اگر تاریخ طبری رو بذاریم مقابل ترجمهش رو، به اندازه شاهنامه همون 3-4% عربی داره. حرف من این بود که این تعصب که فارسی خسره و فارسی پاک، این خطاست، این اشتباس. شما در جهان زبان خالص پیدا نمیکنید. متوجه نشدم منظورتون چی هست که از پاکستان اینا. عرض من این بودی که بایستی آزادی باشد و مردم هر کسی دین آیین خودش رو داشته باشد بدون مزاحمت گروه دیگری، و تنها راه چاره عرض کنم تحریر یک قانون اساسی سکولار هست. سکولار یعنی این که اعلام مذهب نکند این قانون، یعنی گروهی رو به گروه دیگر ترجیح ندهد. مقصود ما این بوده.
پارسی سره هر شبت که یک نوع بیماری فکریه. دوست عزیزم چیزی به این پارسی سره نمیشه گفت، ما به قدر کافی لغت نداریم، عرب ها هم نداشتن، از ما گرفتن. تمام مصطلحات، تمام چه عرض کنم، بیشتر مصطلحات موسیقی در عرب فارسی است و عرض شبت که بسیاری لغات دیگر مراجعه فرمود به کتاب ها نفوذ زبان پارسی در زبان عرب نشان میده و عرض شبت که این زبانی که ما به امروز به اون سخن میگوییم که حدود 7% عربی دارد، این از لغات عربی فصیح رو که از مترادفات فارسی زیباتر و گویاتر بوده ما به طور طبیعی گرفتیم با ذهن زیباشناخت خود یا عرض کنم مهارت‌های زیباشناسی ایرانی و به کار میبریم. اینها بسیار زیباست، این تعصب نباید باشد که حالا ما چون لغت عربی داریم بریزیم بیرون. این کار اشتباهی است. من از ابتدا با این هم مخالفت. البته فراموش نکنیم که عرض کنم که مبالغه کردن در این کار بسیار اشتباست و خطاست، اما این چیزی که امروز در دست هست، مرحوم ده خدا میگوید زبان فارسی امروز اوسع زبان‌های دیتی است که حالا اندک هم اغراق کرده، بسیار زبان شیرین و خوبی است که نه جموده عرض کنم که زبان پهلوی ساسانی را دارد به قولی که نویسندگان، نه خشکی زبان عرب رو. شما لغتنامه عربی رو باز کنید، لغات پیدا می‌کنید که نمی‌تونید تلفظ کنید. این لغاتی که در زبان فارسی هست، اینا لغات عرض کنم که فصیح و زیبای عربی بوده که مورد استفاده قرار گرفته و از شبت که این تعصب رو بنازیم کنار، به درد نمیخورد. این زبان خالص وجود نداره در دنیا. زبان فرانسه، زبان انگلیسی، زبانهای دیگر، اینا همه برخور تمدنها بوده و ملتها انتخاب کردن. ما مترادف واژه عشق نداریم که بتوانیم استفاده کنیم. وقتی ما در اینجا به پایان رسید، هموطنان گرامی، از توجه شما بسیار سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر با سپاس از سامان گرامی، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.